در این نامه کمیسیون رسیدگی به شکایت های مجلس سنا اجمل احمدی سرپرست بانک مرکزی را به اتهام استفاده سوء از صلاحیت های کاری، توهین، تهدید و برکناری 5 مقام بانک مرکزی به سارنوالی معرفی کرده است. ما روان کردیم به بلی سارنوالی و اوجا معاون اول امروز فیزیکی ششته بود. خودی اونا را ما گفتیم که ما برتان روان میکنیم شما از یاد تحقیق بکنید. همزمان با این کمیسیون امور عدلی و قضایی مجلس نمایندگان در نامه دیگر همایون قیومی وزیر پیشین مالیه، شاد محمد سرگند مشاور رئیس جمهور، یمان نظام مشاور وزارت مالیه و رویا رحمانی سفیر افغانستان در واشنگتن را به اتهام فساد در پول ساخت دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن به سارنوالی معرفی کرده است. لوی سارنوالی بیچاره چې سورې شي جمهور امرونه کوي سارنوالی بس تحقیق کوي د قیمین رئیس لوی سارنوال تحقیق کوي شي د احمدی نه کوي شي د اوتک دغه خلق دی هغه مرید چې سړی صدر جمهور د زنې د لاندې ناستي. وزارت مالیه میگوید که یمان نظام مشاور آقای قیومی بود. رئیس کمیسیون قانونگذاری مجلس سنا میگوید که هرگاه شورای ملی سندی از کمکاری، بی‌پروایی و یا فساد مسئولان حکومتی را به دست آورد، صلاحیت دارد که آنان را برای بررسی های بیشتر به سارنوالی معرفی نماید. کلافیت از اونها از بعد از اینکه برای از اونها موضوعات فرستاده میشه اونها بررسی میکنن از اجراات کاری خیش که کاری و موضوع تا کجا رسیده است به شورای ملی اونها گزارش بدن. در همین حال لوی سارنوالی میگوید که پرونده ای را که بانک مرکزی از اتهام های فساد 5 کارمند برکنار شده اش به آنان فرستاده است هنوز زیر کار است. سارنوالی افغانستان در روشنایی احکام قانون به گونه بی‌طرفانه مستقلانه با رسیدگی به قضا اقدام خواهد کرد. هر شخصی که تحت اتهام قرار میگیره ای به معنا نیست که شخص مرتکب کدام جرمی است مگر اینکه محکمه ازی صلاح در رابطه با او تصمیم بگیره و او را مجرم معرفی بکنه. اجمل احمدی سرپرست بانک مرکزی در حدود یک ماه پیش به شمول دو معاون این بانک 5 تن از مسئولان این نهاد را به اتهام فساد برکنار و پس از آن به سارنوالی معرفی کرد.